عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر سروش دباغ و عرض ادب دارم خدمت دوستان گرامی در این جلسه و همچنین دوستانی که فایل های صوتی رو بعداً خواهند شنید. من بابک محمدی هستم. امشب جلسه سوم و آخر رو در خدمت شما خواهیم بود تحت عنوان داستایوفسکی و مفهوم رنج. سه هفته ای رو با داستایوفسکی پشت سر گذاشتیم و دکتر سروش دباغ به انواع رنج پرداختن و مفهوم رنج رو و دو تا از مشهورترین اونها که از برساختهای خودشون هم هستن، رنج رهزن و رنج رهگشا رو بیش از پیش با داستانهای داستایوفسکی و شاید مثالهایی که از این نویسنده برجسته برکشیدن برای ما بیشتر و بیشتر قابل فهم بود. امشب جلسه آخر رو پشت سر خواهیم گذاشت. در جامعه باز فایل های صوتی جلسه قبل آرشیو هستش و همچنین در وبسایت و تلگرام آقای سروش دباغ. یک اعلام برنامه هم بکنم و بعد برویم سر وقت جلسه سوم و آخر داستایوفسکی و مفهوم رنج. همونطور که اطلاع دارید یک شنبه ها رو ما با فلسفه لوینانس همراه شما هستیم از سلسله سفرهای پس و رنسانسی که این یک شنبه جلسه هفتم اون رو برگزار خواهیم کرد و سعیمون بر این هستش که از این دوشنبهی که میاد که وارد در واقع دیسمبر خواهیم شد، جلسه اول رو همونجوری که وعده شده بود، جلسه اول بازخوانی سینمای مهرجویی رو شروع خواهیم کرد و تا 8 جلسه و 8 هفته ادامه خواهد داشت با مروری بر آثار سینمای مهرجویی که البته یک هفتگانه انتخاب شده از فیلم های مهرجویی فقید که پیشتر در فلایر آنها رو نام بردیم و البته در همین مجاری وبسایتی و سوشال میدیا اونها بارگذاری قبلا شده که حالا مجدد اونها رو یادآوری خواهیم کرد. بسیار عالی، ما بیش از این وقت جلسه رو نمیگیرم و در خدمت شما هستیم جناب دکتر سروش دباغ. خوش اومدید و مایک در اختیار شماست. بفرمایید. ممنونم بابک جان. با سلام خدمت شما و عزیزان که در این محفل مجازی انس حاضرن و غایبانی که بعداً صدای ما رو میشنوند. همونطور که گفتید و اعلام برنامه کردید، این نوبت جلسه سوم و آخر است از سلسله جلسات سگانه داستایوفسکی و مفهوم رنج. امیدوارم به یاری جان جهان و در تحیات صورت منقه این سه جلسه در قالب جستار نسبتا بلندی تا چند هفته دیگه، تا یه ماه دیگه حد اکثر منتشر بشود. خب من بنای تکرار مطالب پیشین رو ندارم و عزیزانی که این دو جلسه رو شنیده اند، استشهاداتی که من به داستایوفسکی کردم و پیش از آن تفکیک و صورتبندی مفهومی
مقوله رنج به روایت خیش و انواع اون رو دیده اند و ملاحظه کرده اند. بر همون اساس هم این بحث رو من تقریر کردم و پیش میبرم. جا داره ابتداعاً تشکر بکنم، افراد متعددی ابراز لطف کردن، ملاحظاتشون رو برای من نوشتند و هر دو جلسه رو به روایت خود سودمند یافتند. امیدوارم چنان که نوبت نخست هم آوردم، بحث از رنج و رنجندیشی به تعبیری که یکی از ستونهای دیگر سلوک اگزیستنسیل در روزگار کنونی به روایت بنده هست و سطحی که بر ستونهای متعددی بنا نهاده شده چنان که افتاد و دانید، این رو روشنتر بکنه و با این امر اگزیستنسیل من و شما رو بیشتر درگیر و احیانا مأنوس بکنه. یکی از دوستان عزیز که عرض می شود ساکن کشور دوبی هستند و این بحث ها رو دنبال می کنند، یک تایی برای من فرستاده اند که روی آن یک جمله ای از داستایفسکیه که خب تناسب تامی هم با بحث ما داره. من هم این جمله رو می خوانم و دربارش سخن میگیم، هم به کتابی که مایلم معرفی بکنم که دوستان هم احیانا اون رو در مطالعه بگیرن می پردازم و ذیل آن جایی که یا موقفی که محل توقف و جایی که داستایفسکی ایستاده به لحاظ رنج، به لحاظ شخصی، اون رو توضیح میدهم و به تکمله بحث از گفتگوی عافیت سوز ایوان و آلیوشا میپردازیم، چنان که نوبت پیشین هم اون رو به بحث گذاشتیم. ذیل شرور انسانی خاطرتون هست و تکمله آن، شرور انسانی در بزرگسالان، بحث از کودکان رو به روایت تکان دهنده ایوان نوبت پیش برکشیدیم و بس دادیم. خب این سه امری که در جلسه امشب و پایانی به بحث گذاشته خواهد شد، از اون جمله آغاز بکنم. میگوید که من is sometimes extraordinary passionately in love with suffering. از داستایفسکی نقل شده. انسان گاهی اوقات به نحو نامتعارف و خارق العاده ای نرد عشق با رنج میبازد. حالا من اینجوری بخوام اینو ترجمه کنم، یا با عرض می شود که با رنج نرد عشق میبازد. انسان گاهی اوقات به نحو نامتعارف و خارق العاده ای و شورمندانه ای با رنج نرد عشق میبازد. Man is sometimes extraordinarily passionately in love with suffering. خب از اینکه درگذریم و این جمله رو پیش چشم که قرار میدهیم، به کتابی که دوستان رو پیشنهاد میکنم، دوستان رو که این کتاب رو بخونن میرسیم. کتاب عنوانش هست سه استاد سخن، نوشته اشتوان تسوایک، که توسط محمد علی کریمی به فارسی برگردانده شده و سه فصل داره. سه فصل مبسوط راجع به سه نویسنده بزرگ، بالزاک، دیکنز و داستایفسکی. نویسنده کوشیده، خب خود تسوایگ آدم مهمیه، من الان خاطرم نیست، چندی پیش رمانی از ایشان میخواندم، دو ماه قبل، سه ماه قبل، البته نیمه کاره مانده اون رمان، الان پیش چشمم نیست. آدم مهمیه و آثار متعددی از خود بر جای نهاده و اینکه او پرداخته
به این سه نویسنده بزرگ در روایت خود و از آنها به دست داده البته که در خور درنگ. من بخش داستایوفسکی این کتاب رو به دقت خواندم. چند جا نقل قولی که از داستایوفسکی آورده من ندیده بودم این نقل قول ها رو. خب البته همه آثار او رو هم نخوندم. برادران کرامازوف عرض می شود که یادداشت های زیرزمینی، ابله، قماز، جنایت و مکافات و پاره دیگر از آثار رو چرا خوانده ام و با زیست جهان او آشنا هستم، میتونم بگم به نیکی. اما این نقل قول های مستقیم رو از او ندیده بودم که به بحث ما کاملا کمک میکنه و ذیل آن میشه روایتی که در باب ایوان و آلیوشا آوردیم و بحث کرده این رو، ذیل اون تقسیم بندی من در باب مفهوم رنج، عزیزان بهتر اون رو دریافت. اجازه بدید اون نقل قول ها رو ابتداعا بخوانم و بعد مبتنی بر این نقل قول ها داستایوفسکی رو در اون تقسیم بندی که آورده ام جای بدهم شخص فئودور داستایوفسکی و بعد بریم به سراغ برادران کارامازوف. یه جایی حالا به تعبیر تسوایگ از لبان یکی از شخصیت ها که خب چند بار به طرق گوناگون تکرار شده، داستایوفسکی میگه خداوند مرا یک عمر عذاب داده است و عشق به رنج کشیدن، به تعبیری که تسوایگ آورده، نقل قول براتون بخونم، میگه که داستایوفسکی مدت 60 سال در این عذاب الهی رنج بود و به خداوند که جاودانه ترین رنج هاست همچون رنج های خیش و بیش از هر کس دیگر عشق ورزید. عشق به رنج کشیدن ژرف ترین اندیشه وجود داستایوفسکی است. مدت 60 سال برای وصال او به مبارزه برمی‌خیزد و به مانند علف خشک در حسرت و اشتیاق ایمان می‌ماند. او همچون رها شده ای ابدی در طلب پیوستگی و یگانگی است و همچون تعقیب شده ای ابدی در طلب استراحتی کوتاه. خب این روایت تسوایگ از داستایوفسکی و اشاره به اینکه با رنج کشیدن مأنوس بوده یا عشق به رنج کشیدن داشته. نقل قولی هم که خواندم انگلیسیش رو متضمن همین معناست و عذابی هم که داده خداوند به این معنا، یعنی بین خوف و رجا به تعبیر دینی و عرفانی کلمه، اما این رو مسامحتا عرض کردم، زیر و زبر شدن و بین پر و خالی دیدن عالم، به تعبیری که تسوایگ هم آورده گویی داستایوفسکی در نوسان بوده، آونگ آسا در نوسان بوده. حالا نقل قول خودش رو بخونیم، این تلاطمی که داره، این زیر و زبری که میشه، این به تعبیری تسوایگ به مانند علف خشکی در حسرت و اشتیاق ایمان رنج میکشه، در پی خداونده، خدا رو میجویه. به قول بوسعید، گاه یافتمی گاه نایافتمی. دوستان خاطرشون هست در درس گفتار بوسعید ابوالخیر این نقل قول رو که از او آوردم که 30 سال در جستجوی خداوند رو این گونه توضیح میده که گاه یافتمی گاه نایافتمی. حالا اینجا سخن از 60 ساله به تعبیر تسوایگ در باب داستایوفسکی که 60 سال این زیر و زبر شدن و بالا و پایین رفتن رو تجربه میکرد، این سالک مدرن روسی. خب میگوید که در یکی از نامه هایی که از سیبری به همسرش مینویسه داستایوفسکی، میگه که میخواهم برای شما در مورد خودم بگویم. من فرزند این دوران، فرزند بی ایمانی و شک هستم و البته کاملا برایم واضح است که آخر عمر چنین خواهم بود. این امر مرا به طور وحشتناکی زجر میدهد. اکنون اشتیاق به ایمان نیز که هر قدر دلایل نفی کننده ام بیشتر باشد شدیدتر میشود، مرا رنج میدهد. به تعبیری همچنان که تسوایگ هم آورده، این نقل قول مستقیم از داستایوفسکیه، کمتر به این وضوح سخن گفته
که در حسرت و اشتیاق ایمان به سر میبره و زیر و زبر میشه و البته همین امر هم رنجی رو نصیب او کرده، یا به تعبیری بگوییم با رنجی داستایفسکی دست و پنجه نرم میکرده، حالا چه وقتی در سیبری بوده چه به گواهی آنچه که در آثار خود خلق کرده و زیر و زبر شده به تفاریق اون رو تجربه میکرده است. خب با این توضیحات بپرسیم، مطابق با آنچه که در جلسه اول آوردم و نوبت دوم هم اون رو بستش دادم، داستایفسکی این رنجش از کدوم نوع رنج آنچه که او تجربه می کرده و زیر و زبر می شده؟ از جنس رنج امهاناپذیره، رنج ناشی از مواجهه با حقیقت یا پای نهادن در اقلیم حقیقت ورزی، چنان که نوبت اول به تفصیل آورده، و از جنس فلسفی اگزیستنشیلش یعنی سلوک افقی، نه از جنس عارفانش که سلوک عمودیه. چون توضیح دادم رنج امهاناپذیر رو، انهایش رو و مصداق مهمی که اینجا عبارت است از رنج ناشی از مواجهه با حقیقت. خب این احوال داستایفسکی که در حسرت ایمان به سر میبره، با خدا بالا میره پایین میاد با اندیشیدن به خدا، و چنان که از قول بوسعید آوردم گاه او رو مییابه گاه نمییابه، اینا از جنس رنجی است که حاصل پای نهادن در اقلیم حقیقت فرضیه و با سلوک افقی بیشتر در تناسبه، یعنی رنج فلسفی اگزیستنشیل، رنج امهاناپذیر فلسفی اگزیستنسیل که مصداقی از پای نهادن در اقلیم حقیقت ورزی. خود او این چنین بوده و احوالش هم این رو به ما نشان میدهد، و اینکه نرد عشق با رنج میباخته، به تعبیری که آوردم و ترجمه‌ای که از آن جمله عرضه کردم، به سبب این امر بوده که گریبان او رو این مسئله، مسئله ایمان، جدال شک و ایمان، گریبان او رو رها نمی کرد. و به مصداق اون تعبیر مولانا که گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. داستایفسکی زیر و زبر می شده تا و این رنج امهاناپذیر رو تجربه می کرده و گریز و گزیری هم از آن نبود. سهراب که می گفت کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشی، کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. دویدن در پی آواز حقیقت یا پای نهادن در اقلیم حقیقت فرضی، بنابر آنچه که آوردم دو سنخ و دو جنس میتونه داشته باشه که البته همه در ذیل رنج امهاناپذیره، یا عارفانه است که با سلوک عمودی در میرسه، یا فلسفی اگزیستنشیل که با سلوک افقی در میرسه. و داستایفسکی اینجا به گواهی آنچه که از او خواندم این نوع رنج رو تجربه می کرده، رنج امهاناپذیر ناشی از مواجهه با حقیقت. خب از این هم در گذریم و مطابق با آنچه که وعده کردم و نوبت پیشین هم عزیزان دیدن، بریم به سر وقت فصل پنجم کتاب برادران کرامازوف. کتاب اشتوان تسوایگ رو معرفی کردم و مترجم رو هم همینطور، نشر نی اون رو منتشر کرده. گفتم که اگر عزیزانی میخواهند که کتاب رو ببینن، کتاب اشتوان تسوایگ رو میتونن بخوانن و اون نقل قول هایی که از داستایفسکی آوردم همه متعلق به اونجاست. و اما از رنج امهاناپذیر از جنس شروع، به شرحی که نوبت قبل آوردم، شرور انسانی که در کودکان خصوصا
ایوان میبینه و گریبان آلیوشا رو گرفته به عنوان یک کشیشی که باورمند به خداوند و برادر اوست که در گذریم به سنخ دیگری از رنج میرسیم، رنجهای امهاناپذیر. به تفصیلی که و تفکیکی که آوردن در دو نوبت پیشین که معطوف به رنجهای امهاناپذیر ناشی از شرور انسانی در بزرگ سالان. من حالا در ادامه بعد از اینکه این رو ذکر بکنم گریزی هم به احوال خودمون در داخل کشور خواهم زد. در انتهای این جلسه نه اینکه بحث سیاسی بخوام بکنم، اما به تعبیری بحث الهیاتی است یا بحث اگزیستنشیله به شرحی که من آوردم و این انقسامات چنگانه رو در باب انهای رنج آوردم که خب اکنون در حال حاضر ما هم با آن دست به گریبانیم و هم خودمون اون رو تجربه کرده ایم و می کنیم و هم دیگرانیم. پس از خواندن این بخش و توضیحات آن به سر وقت وضع حال خودمونم به اختصار خواهم رفت و بحث رو جمع‌بندی می کنیم و به پایان می بریم. خب در ادامه اون توضیحات عافیت سوزی که می دهد، مثال هایی که ایوان میزنه برای آلیوشا در باب اون رنج بی امانی که کودکان میبرن که به تعبیری نانسنسه، یعنی قابل فهم نیست، قابل هضم نیست و از آن در میگذره، میره به سر وقت به تعبیر خودش و خنده کنان، بگید حالا به قول تسوایک یه جا میگه که ایوان خنده های شیطانی میزنه وقتی که داره با آلیوشا صحبت میکنه. بریم به سر وقت فصل پنجم کتاب. به فصل سوم و چهارم نوبت پیشین پرداختم. فصل پنجم کتاب که در یک ترجمه اون رو بازرس بزرگ آوردن، پاره اون رو مفتش بزرگ یا مفتش اعظم آوردن، اشاره میکنه ایوان که من شعرهاییست که سرودم و داره خنده کنان و البته تلخ خنده اشاره میکنه یا به روایتی میپردازه، شعری که در اسپانیا، موضوع شعرش اسپانیاست، در شهر سویل در یکی از دهشت انگیزترین ادوار انکیزیسیون و اینکه عده قابل شماری رو اون ایام به جرم ارتداد میسوزند. خب میگه این شعر رو من اون موقع سرودم، موضوع شعر من اونه و من فقراتش رو میخونم براتون و هم قصه رنج ناشی از شرور انسانی که اینجا مد نظره و بعد ادامه‌ای که داره و به نوعی در زمره رنجهای انسانی یا رنجهای امهاناپذیر ناشی از مواجهه با شرور انسانی گویی این رو داستایفسکی عرضه میکنه. البته خب این عبارات از بنده است، این تعابیر، اما به نظرم خوب میشه این رو اینجا صورت بندی کرد و از این منظر به آن نگاه کرد. امهاناپذیریش رو هم بعد اشاره میکنم خدمتتون. خب از اینجا آغاز میکنه، در میان شعله های زیبا مرتدین خبیث را میسوزانیدن. دوره قرون وسطاست، انکیسیسیونه، مرتدها رو می سوزندند. به دلالت اسقف بزرگ شهر. خب و بعد در همین حال و احواله که در این روایتی که آورده مسیح ظهور میکنه. درسته؟ مسیح ظهور میکنه، کسی که بعد از 14 قرن سر برمی آورد و این بخش رو دوستان خودشون باید بخونن. خیلی تأمل برانگیزه و اصلا گویی که این از منظر الهیاتی اگزیستنشیل رنجی که انسان بر روی کره خاکی میبرد رو بینیکی به تصویر میکشه. خب مسیح ظهور کرده و افراد به گرد او جمع میشن
میگوید که مردمان میشناسند. ایوان میگه در این شعر یک نیروی جاذبه تزلزل ناپذیری افراد جمعیتی را که پیرامون او گرد آمدند میگیره و او یعنی مسیح با لبخندی پرمهر از میان جمعیت عبور میکنه. وقتی که مردم گرد او جمع میشوند و اقبال خلایق رو پدید می آورد این کار، خب بهش میگن ما رو شفا بده. تنها کافیه که لباس عرض می شود که دست او به لباسی بخوره، دست مسیح، تا او شفا پیدا بکنه. خب خود رو معرفی نمی کنه، اما همه آنچه که هست گواهی بر این می دهد که مسیح ظهور کرده. به همدیگه میگن این مسیحه. مادر گریانی بچهش رو میاره، عرض میشود کوری شفا پیدا میکنه. جمعیت منقلب شده. در همین حیث و بیسه که مفتش اعظم اسقف از جلوی کلیسا عبور میکنه. پیرمردی 90 ساله لباس مجلل اسقفی خودش رو عرض می شود که هنگام سوزاندن اون مرتدها دیروز به تنداش الان نداره. از دور همه چی رو می بینه و چهره در هم می کشه و به سربازان اشاره می کنه که او رو عرض می شود که دستگیر بکنه و ببرن به زندان. نگهبانان زندانی رو در یه حجره تنگی در ساختمان کلیسا حبس میکنن و شب هنگامه که مفتش بزرگ در زندان رو میگشایه و در حالی که یه چراغی به دستشه میره. لحظه در آستانه در میایسته و با دقت به صورت زندانی نگاه میکنه و به اون میگه تو این تو هستی؟ خود تو هستی؟ و بعد پاسخی نمیشنوه از مسیح، ساکته، میگه پاسخ نده، خاموش شو. گذشته از این تو چه میتوانی بگویی؟ خوب میدانم تو چه خواهی گفت، اما تو حق نداری برانچه که تا کنون گفته ای چیزی بیفزایی. چرا برای مزاحمت ما آمدی؟ تو برای اذیت کردن ما آمده ای و خودت خوب می دانی. اما هیچ می دانی فردا چه خواهد شد؟ من نمی توانم تو که هستی و میل ندارم بدانم. نمی دانم آیا خودت هستی یا اینکه شبه توست، لکن فردا تو را محکوم خواهم کرد و مانند منفورترین مرتدی تو را خواهم سوزانید و همین مردمی که امروز پاهای تو را می بوسیدند بعد از اون شفایی که میده و همین مردمی که امروز پاهای تو را میبوسیدن فردا به یک اشاره من خود هیزم به آتش خواهند ریخت. هیچ میدانی؟ آره شاید هم خودت بدانی. خب ادامه میده گفتگو. جالب هم هست که طرف مقابل در این گفتگو که مسیح ساکته به اون میگه که روایت ایوانه و داره برای آلیوشا توضیح میده این رو. پیرمرد اون اسقف اعظمه در ادامه این سخنانی که گفتم به مسیح میگه تو همه اختیارات خودت رو به پاپ تفویض کرده ای و اکنون همه قدرت در دست پاپ است و هیچ نیازی بدان نبود که تو به اینجا بیایی و باعث ناراحتی ما بشه. داره اینجوری با مسیح سخن میگه و از او در ادامه سوال میکنه آیا تو حق داری یکی از اسرار جهانی را که از آنجا آمده ای فاش کنی؟ و بعد بدون اینکه اون پاسخ بده میگه خیر، تو چنین حقی را نداری، زیرا از طرفی نباید چیزی بر آنچه قبلا گفته شده است بیفزایی، از طرف دیگر نباید بشر را از آن آزادی که تو هنگامه به سر بردن در زمین با آن همه
نور و حرارت از آن دفاع میکردی محروم سازی. هر آنچه تو اکنون افشا کنی به بنیان آزادی ایمان لطمه خواهد زد و به صورت معجزه وانمود خواهد شد. و بعد ادامه میده، میبینید نوع سخن و در واقع طنزی که قویه، طنز تلخی که در این ماجرا هست، که این اسقف که اینا همه نمایندگان پاپ، نمایندگان مسیح بودن، میگه تو همه اختیاراتتو به پاپ تفویض کردی، برای چی اومدی؟ جای ما رو تنگ کردی. روشنتر و صریح‌تر بخوام بگم، کار کاسبی ما رو داری مختل میکنی، برای چی اومدی؟ و بعد به مسیح میگه که اگر بمانی من تو رو فردا مثل همین مرتدان میسوزونم. توجه میکنید؟ این روایت تکان دهنده ای که داستایفسکی از قول ایوان میاره. و بعد پیرمرد میگه که در ادامه، که خب دوران انکیزیسیون هم هست دیگه، میگه که بهش، که در انتهای این گفتگو جالبه، مسیح تماما ساکته تو این مدت که اینا با هم بحث میکنن، بحث که نه، یعنی یک سویه بهش میگه، میگه که تو الان میتوانی، چنان که در عرض میشود که، حالا اگر کتاب رو بخونید اینجا خب یه جایی آلیوشا وارد گفتگو میشه با ایوان، حالا سوال میکنه، من از اونا دیگه در میگذرم، و در حین اینکه متحیر شده و تعجب کرده و سوال میکنه، در حین این خب ایوان روایت اسقف اعظم رو بست بیشتری میده. نهایت این قصه اینه، یعنی این دیالوگی که برقرار شده، یا مونولوگ به تعبیر بهتر، میان اسقف اعظم و مسیح، میگه که نهایتاً وقتی همین حرفا رو میزدی، تو که همه چیو به ما سپرده بودی، برای چی دوباره اومدی؟ اینا رو که ذکر کردم و فلان و فلان، و تهدید و تهدید و ابراز گله و خشم و همه اینها که میگذره، نهایت مفتش اعظم در زندان خاموش میشه، در انتظار پاسخ زندانی میمانه که مسیح باشه. این سکوت البته برای اسقف اعظم دردناکه، میبینه که زندانی به سخنان او گوش میده و در این حال با نگاه نافذی و آرامی به او مینگره. پیرمرد دوست داشت که زندانی به او نزدیک، زندانی چیزی به او بگه، اما این کارو نمیکنه. خب بهش گفت که عرض میشود که میاد جلو مسیح یا زندانی و لبان بیخون مفتش اعظم رو میبوسه. این تنها جوابیه که گویی به پیرمرد میده، و در عوض وقتی که این اتفاق میفته، اسقف در رو باز میکنه، بهش میگه برو و دیگه بر نگرد هرگز. به مسیح میگه، اسقف اعظم میگه برو بودی که بر نگرد. تهدید هم کرد که اگر بمانی چه میشود و فردا صبح چه اتفاقی میافتد، شبیه آنچه که روز گذشته در این شهر محقق شده. زندانی هم در تاریکی شهر غرق میشود و ناپدید میگرد. یعنی مسیح هم میره، مسیح هم میره. خب آنچه که از این دیالوگ عافیت سوز بین ایوان و آلیوشا و این بخش از رنج انسانی میبینیم اینه که جالبه، مسیح هم نمیتونه کاری بکنه در این روایت داستایفسکی، میره و این مرتد سوزی ادامه پیدا میکنه، نمیتونه مرتد سوزی رو بگیره، نمیتونه جلوی رنج بی امانی که بزرگسالان میبردن رو بگیره. یه آیینی آورده، نهادی از پی آن تأسیس شده، کسانی بر صدر نشستند و منافع آن رو میبرند و خلایق رو آزار و اذیت میکنند. مسیح هم نمیتونه
نقطه پایانی بر آن انبوه رنج بنهد و ترک بکنه. یعنی گویی که به تعبیر دیگه همون سخن حافظ که ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم، گویی بر این سهه می نهد، یا اینگونه میشه فهمید روایت داستایفسکی رو اینجا، که این رنج ناشی از شرور انسانی تمامی نداره، تمامی نداره، به انهای گوناگون. حالا این شر انسانی است که اینجا اسقف اعظم از طریق مرتدسوزی ایجاد میکنه، اون سنت سیئه‌ای که بوده در مسیحیت، جوردانو برونو رو سوزاندن، و این هم از عرض میشود که شهر سویل در اسپانیاست و دوره انکیزیسیون که میدانید دوران تفتیش عقاید بوده، به نحوی بعد دوباره به نحو دیگری باز تولید میشه. و طنز تلخ ماجرا اینه که مسیح هم نمیتونه جلو این رو بگیره، زورش به اسقف نمیرسه، در تاریکی شب ناپدید میشه و میره و اسقف به کار و بار خودش از فردا ادامه میده. رنج امهاناپذیری که ناشی از مواجهه با شروره، حالا اینجا شرور انسانی داستایفسکی داره برش سهه میده، به تعبیر من این رو داره توضیح میده. این رنج ناپذیر انها داره. البته یه وقت است که از جنس یا محصول پای نهادن در اقلیم حقیقت ورزیه، چنان که هم امروز آوردم هم جلسات پیشین با بست بیشتری و مصادیق متعددی، یه وقت این رنج، رنج ناشی از مواجهه با شروره، اعم از شرور طبیعی و انسانی، رنجی که ما میبریم از رنج بیامانی که کودکان میبرن، چنان که در فصل سوم و چهارم کتاب دیدیم، و رنجی که اینجا ما میبریم و آدمیان میبرند به سبب ظلمی که بر آنها میره، از مرتدسوزی گرفته تا مغفرت فروشی در آیین مسیحیت. و قریبه به این رو شما در روزگار کنونی هم در احوال ما میبینید. اینم مصداق دیگری از رنج امهاناپذیره که تحت لوای دیانت، تحت لوای به تعبیر من که در پاره از نوشتام آوردم به نام دیانت، و ذیل مقوله‌ای که از آن به آلیناسیون دینی میشه تعبیر کرد، به اسم دیانت آدمیان رنج میکشند، یا به تعبیری زعمای دین، مفسران دین آدمیان رو رنج میدهند. ملاحظه میکنید قبلا یک بار این رو نوشتم، الانم عرض میکنم. خب البته تداعی هایی است که در ذهن آدم میشود. من نمیدانم چرا وقتی که این قصه مفتش اعظم رو، یعنی میدانم که میگم نمیدانم در روند آیندن، وقتی که میخوانم و این حشمت و قدرتی که داره و در حال خلایق رو میتواند آزار و اذیت کنه یا بر اونها استیلا میورزد، به یاد آقای علم الهدا در مشهد میفتم، با این خیمه و خرگاهی که داره و قدرت و ثروت بی امانی که دارند. حالا هم دامادش مسمی به رئیس جمهوره، هم خودش امام جمعه است، والی خراسانه به تعبیری که خیلی ها به کار میبرند به درستی، و بعد عوام فریبی میکنه و از این قدرت بی امان استفاده میکنه، رنجی مستقیم و غیر مستقیم متوجه مردم میکنه. خب عده‌ای طرفدار و خصوصا منتفع هم دارن، من کسایی که منتفع میشون هم هستم، اما به نحو اکثری مردمان رنج میبرند از این نوع مفسران رسمی دیانت که این چنین عرض میشود که چهار نوبت را به نام تاجر و به نام کاسب و تاجر زدند، به تعبیر سید حسن حسینی. اینم یه مصداقی از رنج که اینجا ما با اون دست و پنجه نرم میکنیم. حالا داستایفسکی هم ازش یاد کرده، چنان که اشاره کردم.
و خصوصا شاید این قصه رنجاورتره. امثال آقای علم الهدا اینها رو که میبینیم، من بارها در خلوت خطاب به این حضرات در داخل کشورمون از آقای علم الهدا گرفته تا رحیم پور ازقدی تا آقای خسرو پناه و دیگرانی که سمتهایی رو اشغال کردند، بر سمتهایی تکیه زدند، این رو با خود میخوانم از زبان مولانا: جاهلان سرور شدستند و زبین، عاقلان سرها کشیده در گلیم. هنوان کنه ای امام المتقین این خیالاندیشگان را تا یقین. واقعا این گونه است، حقیقتا عرض میکنم. یعنی کسانی آمده اند و قدر دیده اند و بر صدر نشسته اند که به قیمت این که بر دهان عالمان لگام زده شده. خب این رنجاوره، هم خود دلسوزان و عالمان رنج میکشند، هم مردمانی که گرفتار این مناسبات تبعیض آمیز و غیر کارشناسانه شدند. من به یه نمونه اشاره کنم در میگذرم، این البته در پرانتزه و بعد بحث رو دیگه جمع‌بندی میکنم. همین اواخر دیدم با عنوان یه نمونه ای از آنچه که اشاره به جهل میکنم یا تجاهل، یعنی خود رو به ندانستن زدن، اما واقعا میتونه آمیزی از این دو باشه. دیدم همین حضرت علم الهدا گفته بود که گفتگوی تمدن‌ها یک ایده باطلیست، ما سخنی نداریم بگیم با کافران مگر ما در قرآن نداریم که قل یا ایها الکافرون لا اعبدو، گفت ببخشید، همین اشاره به سوره کافرون کرده بود ایشون و آیاتی از این سوره رو خوانده بود. سوره کوتاه مکیس میدانن عزیزان و دوستان، و این خب و همین خاطر ما سخنی نداریم بگیم دیگه، ما که قرآن هم آمده اصلا با کافران گفتگو نمیشه، نباید کرد. قل یا ایها الکافرون، بگو به کافران: لا اعبد ما تعبدون، آنچه که میپرستید من نمیپرستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، آنچه میپرستم شما نمیپرستید، ولا انا عابد ما عبدتم، و نه آنچه میپرستید من میپرستم، تا آیه انتهایی که لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. از این ایشون استفاده کرده بود که بگه که ایده گفتگوی تمدن‌ها و اصلا مواجهه با کفار امر باطلیه. خب انقدر این سخنان تلخ، یا به تعبیری که چند روز قبل در فضای کلاب هاوس که من در این باب سخن گفتم، یه دوست آشنا با علوم دینی و قرآنی گفت که آیه تورینا مرحله پیشا نقده، که درست هم هست واقعا. یعنی این که اصلا کفر، ما کفر قرآنی داریم، کفر فقهی داریم، اینجا سخن بر سر کسانی است که عالمان آمدن پای روی حقیقت نهادن. اگر کسی با قرآن آشنا باشه، یه بار اون رو خوانده باشه سر تا به ته، این سخنان رو اینچنین نمیگه. آیات مکی از آیات مدنی، سیاق شأن نزولش متفاوته. و بعد آخه اینقدر آدم ناآشنا با تاریخ اسلام، مگه در صلح حدیبیه پیامبر اتفاقا با کفار گفتگو نکرد؟ معاهده امضا نکردن سال 7 8 بعثت؟ اینا که دیگه از مشهورات و مسلمات و ابتداییاته. و کسی این چنین خط غلط، دفتر غلط، املا غلط، انشا غلط استفاده بکنه، و حالا هم برای تسویه حساب‌های سیاسی، هم برای تقرب بیشتر به قدرت، این گونه دوغ و دوشاب رو به هم بیاموزه، هم تجاهل کنه، هم جاهل باشه، اینا خب بر روی هم همینه. و رنج بی امانیست که من و شما و کثیری از ما میبریم. این رو من ذیل بحث از اسقف اعظم و تدائی که کرد، که واقعا مصداقی از رنج امهاناپذیر ناشی از مواجهه با شروره آوردن. خب پرانتز بسته، ما رفته رفته به انتهای بحثمون میرسیم. اونچه که من کوشیدم در این سنوبت ذکر بکنم برای عزیزان، با استشهاد به تفکیک و تقسیم بندی که آوردم، عبارت بود از ابتداعاً تفکیک میان درد و رنج، به پین و سافرینگ اشاره کردم، بعد درد امها پذیر رو از درد امها ناپذیر تفکیک کردم،
بعد به سراغ رنج امهاناپذیر و رنج امهاپذیر آمدن. ذیل آن به دوگانه رنج رهزن و رنج رهکشا که پیشتر در کتاب از خیام تا یالوم به اون پرداخته بودم، پرداختم. مثالهای چنگانه ای زدم که اونها رو تکرار نمی کنم که چگونه یه رنج رهزن میتونه بدل به رنج رهکشا بشه و رنج امهاپذیر. اما میشه رنج رهزن همینطور رنج رهزن بمانه و در زمره رنجهای امها ناپذیر قلمداد گردد اگر فرد به سراغش نره و همچنان اون رو سرکوب بکنه، یا بنابر متافوری که به کار بردم به سان توپی اون رو زیر آب نگه داره و روان خود رو دائم بخله، خراش بده، این همچنان میتونه رنج رهزن بمانه و امها ناپذیر. اما اگر با آن مواجه بشود، دردش رو بکشد، یا به تعبیری بگیم درسش رو بگیره، درد نه چون راجع به درد در این تقسیم بندی آوردم، درسش رو بگیره، اون رنج بدل به رنج رهکشا میشه و البته که امها پذیر میگردد یا میتونه دست کم خیلی کم بشه. به سراغ رنج های امها ناپذیر و مصادیق آن آمدیم در قدم بعدی. رنج ناشی از مواجهه با حقیقت یا پای نهادن در اقلیم حقیقت ورزی که منقسم بر دو قسم عارفانه و فلسفی اگزیستنسیل بود و از می شود نسبتش با سلوک عمومی و سلوک افقی رو که بررسیدیم. بعد مصداق دیگری از رنج امهاناپذیر که رنج ناشی از شرور بود، شرور طبیعی و شرور انسانی، و بعد با استشهاد به کتاب برادران کارامازوف مصادیقی از شرور انسانی در باب کودکان و بزرگسالان رو آوردم. در نوبت نخست من مصادیق دیگری از رنج امهاناپذیر رو هم آوردم اگر خاطرتون باشه، که بعد فکر میکردم اینا به نحوی شاید با شرور انسانی و طبیعی هم پوشانی پیدا بکنه. به همین خاطر فکر میکنم ذیل عنوان کلان شرور به تعبیری بشه اون رو به کار برد. یا حالا دوباره ذکر میکنم، مثلا رنج ناشی از سوگواری یا رنجی که ناشی از مواجهه با حقایق هستیه به تعبیری، یعنی منظورم آنچه که در جسم آدم، رنج ناشی از بیماری، رنج ناشی از پیری، آنچه که دوران زوال رو انسان تجربه میکنه، اینا هم آدمی رو رنجور میکنه و عرض می شود که میشه اینها رو هم بهش پرداخت در زمره رنجهای امهاناپذیر. اما شاید از منظری، یا رنجی که ما از درد و رنجها، از رنجهای دیگران میبریم، از گیر و گرفتهای دیگران، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی، چنان که نوبت نخستم آوردم. به تعبیری اما اینا رو من اشاره کردم، تصورم اینه که ذیل عنوان کلان شرور میشه به اینها پرداخت، یعنی کسی هم که سوگواره به هر حال عزیزی رو از دست داده و یه شری رو در عالم تجربه کرده. یا فرض کنید نوبت نخستم آوردم آنچه که بر فلسطینیان به نفع اقلویته این یکی دو ماه رفت، خب یک مصداقی از شرور انسانیه. یعنی ما از گیر و گرفت‌های آدمیان که سخن میگیم به مراتب و به تفاریق مصادیقی از شر انسانیه که امهاناپذیر هم هستن. یا بیماری که اشاره کردم، بر روی کره زمین ما به یاد نمیاریم و نبوده از روزگاری که بیماری و ناتوانی و ضعف از میان رخت بربنده، این با اگزیستانس انسان گره خورده و این رو هم از منظری میشه جزو شروری انگاش در این دنیا که ما با آن مواجهیم. وقتی که مادر یا پدری فرتوت میشن، پیر میشن، بچه ها رنج میکشن، خودشون رنج میبرن و این قصه پرقصه ساری و جاری در جهان بوده و هست. به این معنا میشه اینها رو تماما، این مصادیقی که آوردم، ذیل رنج ناشی از مواجهه با شرور مد نظر قرار داد، یا رنج ناشی از مواجهه با شرور و کاستی های این جهانی، یا بگید قصور های این جهانی. توجه میکنید؟ اما خود شرور هم به اندازه کافی رساس میشه شرور و قصور رو با هم عرض میشود ترکیب کرد و اینها رو مصادیق مختلف
رنج ناشی از مواجهه با شرور و قصور مد نظر قرار داد. در کنار رنج ناشی از مواجهه با حقیقت و پای نهادن در اقلیم حقیقت ورزی. خب امیدوارم آنچه که آوردم روشنگر بوده باشه و کمک بکنه که ما مفهوم رنج رو و اقسام اون رو بهتر دریابیم. نوبت پیشین آوردم و الان هم اشاره میکنم و سخنانم رو ختم میکنم برای اینکه حق مطلب ادا شده باشه، اشاره به آقای مصطفی ملکیان کردم، روشنفکر برجسته و نام آشنای ایرانی که به نزد من یک متفکر رنجندیشه و شاید اولین کسی بود یا در زمره اولین کسانی که به مسئله رنج در آثار خود پرداخت. مقاله تقریر حقیقت و تقلیل مرارت وجه تراژیک روشنفکری ایشان که 20 سال قبل منتشر شد به هر حال ناظر به همین مقوله رنج و کاستن از مرارت آدمیان بود. خب ایشون در باب رنج و مرارت به نحو کلان آنچنان که آنجا آورده است سخن گفته. من ملاحظات انتقادی خود رو به استفاده که ایشون از دستگاه اخلاقی راست کرده اند در کنار بصیرت های انصافا نیکویی که این سخنان ایشون داره و بعد ابهامی که احیانا داره در کنار بصیرت ها و بارقه هایی که سخنان ایشون داره آورده ام، هم نوشته ام، هم خصوصا در قالب مصاحبه و درس گفتار باری. اما حق ایشان باید گزارده شود و اینکه به هر حال چنان که آوردم از جمله متفکران رنجندیشه. آنچه که من آوردم در این سه جلسه و به شرط حیات در قالب جستاری منتشر خواهد شد، خب روایت بنده است از رنج و احیاناً با انقسامات بیشتری، رنج امهاپذیر، رنج امهاناپذیر، رنج رهزن، رنج رهکشا و مصادیق رنج امهاناپذیر و استشهاد به برادران کرامازوف داستایوفسکی و احوال اگزیستنسیل داستایوفسکی چنان که امروز هم به آن اشاره کردیم، خب این رو ذیل این تقسیم بندی ها میشه قرار داد. البته که افراد دیگری هم بوده اند و هستند که رنجندیشن یا میشه احوالشون رو، سلوک اگزیستنسیلشون رو ذیل این تقسیم بندی مد نظر قرار داد. من نوبت نخست به عطار هم اشاره کردم به رنجی که او می برد از شرور و اشاره به طنز الهیاتی کردم. در مقاله که بعد انشاءالله در ادامه منتشر میشه من استشهاداتی به مصیبت نامه هم خواهم کرد که محصول مواجهه عطار با رنج و برمیکشه رنجهایی که محصول مواجهه ما با شرور طبیعی و انسانیه. عطار هم یه متفکر رنجندیش بود و به مسئله شرور خیلی می اندیشید و خب تجربی زیسته او هم بود، نهایتاً هم در یکی از این شرور انسانی جان باخت و کشته شد در حمله مغول به ایران. خب در دوران کودکی و نوجوانی هم که شاهد حمله ترکان بود به از می شود شهر نیشابور و با قحطی هم ظاهراً اون ایام مواجه شده بودن، همه اینها عطار رو بدل کرده بود به یک متفکر رنجندیشی و از این حیث در میان قدما شاید از برجسته ترین شاعران و سالکان سنتی و متفکرانی باشه که به مسئله شرور و رنج اندیشیده. جالبه او رو قیاس بکنم از این حیث با شمس تبریزی و مولانا. جالبه این دو بزرگوار دیگه، حالا مشخصا مولانا، ظاهرا این رنجها رو رنج نمی دیدند. از منظری در عالم نگاه می کردن، یعنی از وجه کبریایی به قول شمس تبریزی، و اینها رو نمی دیدند به مثابه رنج. یعنی معتقد بودن ما موجوداتی نیستیم که از پیش خود استقلالی داشته باشیم و در مقابل اراده باری و تجلی اون در هستی، و از اون منظر که نگاه میکردن درد و رنج و شری نبوده. مولانا میگه قربان تمکینت شدم، میبین و سر بالا مکن.
یا چنان که آوردم از قول شیخ نجم الدین کبرا، باد استغنای خداوند است که میوزد ناظر به حمله مغول. از اونجا که نگاه بکنید عالم رو اینچنین میبینی، اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ در دیوان شمس مولانا میگه از اون منظر که نگاه بکنی این امور چندان به حساب نمیاد، یا دیده نمیشه، یا به تعبیری استقلالی نداره. من در مقاله‌ای که اشاره کردم نوبت قبل 16 سال قبل نگاشتم تحت عنوان نگاه ویتگنشتاینی به مسئله شرق، مواجهه حکمای خودمون رو با این مسئله و عرفا آوردم و توضیح دادم که در نگاه وحدت وجودی دست کم در روایت مولانا و شمس اینه، اصلا این شرور به حساب نمیاد. گاه خورشیدی و گه دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی، تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای فزون از وهم ها و از بیش بیش. اینا همه تجلیات خداوند در این عالم و ما استقلالی از پیش خود نداریم که اینها رو تحت عنوان شر تجربه کنیم. جالبه، آخرین نکته ایست که عرض میکنم، عطار نیشابوری هم تو همین سنته. مولانا میگه ما از پی عطار و صنایع آمده ایم. اما جالبه که او اینقدر به رنج می اندیشیده و براش مسئله مهمی بوده. قاعدتا تجربه زیسته اینجا خیلی مؤثر بوده و عطار رو به رغم اینکه در دل سنت عرفان خراسانی است از این حیث خب برجسته کرده. البته بوسعید و دیگران هم بودن به درد و رنج دیگران یا کاستن از درد و رنج دیگران عنایت داشتن. آیین فتوحات و جوانمردی هم از همین اساس، از همین جا نشأت میگیره که ما بکوشیم به قدر وسع از رنج دیگران بکاهیم. خب در بوسعید هست، در همون درس گفتار هم من اشاراتی به فقراتی از بوسعید و کتاب چشیدن طعم وقت او و این مقولات داشتیم. اونام به این معنا به درد و رنج و کاستن از آن می اندیشیدن، اما عطار در یه سطح اگزیستنشیل ژرف‌تری تا جایی که من دیدم و می بینم به قصه رنج و شعور می پرداخته و مسئله او بوده است و به تعبیری که من در آثار خود هم آوردم به روایت من، یعنی از طنز الهیاتی هم برای کاستن از حجم این درد و رنج و شر استفاده می کرده. خب من به انتهای عرایزم میرسم. این نکات تکمیلی دقایق آخر رو هم که پس از مرور بحث و عرض می شود در نوردیدن داستایفسکی آوردم، جهت تکمیل کردن این بحث مبسوط بود تا بعد در قالب جستاری که منتشر میشه با این شواهد متعدد و این تقسیم بندی ها بتوانم به قدر وسع روایتی فراگیر و عرض می شود که زو ابعاد از مقوله اگزیستنسیل رنج به دست بدهم. ممنونم از صبوری و توجه دوستان. سخنان بنده تمام است. اگر نکته ملاحظه ای عزیزان دارن بفرمایند تا پس از آن جلسه رو به پایان ببریم. بله، جلسه سوم و آخر رو از سلسله جلساتی تحت عنوان داستایفسکی و مفهوم رنج رو به پایان رسوندیم که اگر دوستان علاقه داشته باشند به فایل های صوتی دو جلسه پیشین مراجعه بکنن در تلگرام جامعه باز و همچنین تلگرام دکتر سروش دباغ و همچنین وبسایت ایشون قابل دسترسی خواهد بود. همونطور که در ابتدای جلسه گفتم، روزهای یک شنبه فلسفه لویلانس رو دنبال خواهیم کرد که این جلسه جلسه هفتم اون خواهد بود و از دوشنبه آینده ما سعی میکنیم که اون سلسله جلسات و هشت جلسه‌ای که تحت عنوان بازخوانی آثار مهرجویی هستش رو دنبال بکنیم با هفت‌گانه‌ای از فیلم‌های مهرجویی
فقید. بله، پیش از اینکه من مایک رو در اختیار دوستان حاضر در این جلسه و استیج قرار بدم، سوالی که برای من پیش اومد در این سه جلسه بحث رنج و امها پذیری و امها ناپذیری بودش و همچنین تقسیم بندی که دکتر سروش داشتن از انواع و اقسام رنج، بحث اینه که در واقع شما، من روی صحبتم با شما جناب دکتر سروش که شما به عنوان یک روان درمانگر هیچ وقت در این جلسه صحبت بر این نشد که میتونه یک روان درمانگر چقدر در واقع در کاهش این رنج ها به کمک و حال و حال بر حال کسانی که درگیر این رنج ها هستن بشه و چقدر موثر خواهد بود. فکر میکنم که حداقل در دو مورد، یکی به خصوص حالا از سنت خودمون اگر صحبت بکنیم، بسیار مردمان ما در برابر مفهوم مرگ و در مواجهه با مرگ، به خصوص مرگ عزیزانشون، ضعف شدیدی نشون میدن و شاید سالها طول بکشه، به قول انگلیسی ها گفتنی، در گریف باقی بمونن. و همچنین و شاید به جرات میشه گفت خیلی از آدمیان زندگیشون تحت شعاع قرار میگیره و برای همیشه شاید به صورت متفاوتی به زندگی ادامه دهند. و دیگری بحث مواجهه با عشق هستش در سنت خودمون، که اون رنج هایی هم که از اون ناشی میشم در واقع اونها هم به گونه دیگر کار به بحث‌های پیچیده کشیده می‌شود و ملال‌هایی که از پی اون میاد. من می‌خواستم از شما این پرسش رو داشته باشم که چقدر روان درمانگرها میتونن اینجا نقش ایفا بکنن و چقدر آگاهی در این زمینه باید به مردم داده شود که حتما پس از مرگ اطرافیان باید به روان درمانگرها، به خصوص موقعی که خیلی طولانی میشه، مراجعه بکنن در کاهش نسبی اون رنجی که میبرن. ممنونم بابک جان، نکات خوبی گفتید. من اتفاقا بنا داشتم و دارم که وقتی به صورت مقاله این در میاد، این نکات رو هم، این نکته رو هم اضافه کنم. اینجا من انقساماتی که آمد ناظر به انها و انواع رنج بود به روایت من، در باب نحوه مواجهه با آنها یا کاستن از حجم آنها سخنی نگفتم چندان. و بله، اگر در برابر آن چیزی است که در برابر این رنج ها روان درمانگران، مشاوران، اینا حتما میتونن مؤثر باشن. در باب رنج های امها پذیر میتونن این رنج ها رو البته که کمک کنن که از بین بره. در باب رنج های امها ناپذیر هم میشه از حجمش و بسامدش بکاهن، یعنی از شدتش و بسامدش. مثلا در باب سوگواری یا گریفینگ، که فرد وقتی که غم و دچار گریفه بر اثر از دست دادن عزیزی و این سوگواری رو درست انجام نداده، این رنج در روان او میمانه. قطعا جلسات تراپی و روان درمانی میتونه کمک کنه که فرد با این رنج خود یا این آنچه که بر او عارض شده
کنار بیاد، نمیگم از بین بره به طور کامل. در موارد دیگه هم همینطور، حتی در باب رنج‌های امهان‌ناپذیری که از جنس مواجهه با حقیقت و مسلمات هستی، اونجا میتونه روان درمانگر، چنان که یالوم هم آورده، من هم بهش اشاره کرده ام، میخوام میگم یعنی میشه روان درمانگری چه در باب رنج‌های امهان‌ناپذیر ناشی از مواجهه با حقیقت و پای نهادن در اقلیم حقیقت ورزی، و چه رنج‌های امهان‌ناپذیر ناشی از مواجهه با شرور و قصور، چنان که آوردم که مصادیق مختلفی داره، شرور انسانی، شرور طبیعی، و در از دست دادن و سوگ در سوگ نشستن، و از آن سو مواجهه با ناتوانی و بیماری و ضعف، اینا همه ذیل آن که قرار میگیره میشه. من در میان درمانجویانم کم نداشتم و ندارم، حالا ایرانی غیر ایرانی، که فرض کنید اضطراب مرگ، مرگ عزیزان فرد رو کلافه میکنه. همین امروز با یه درمانجوی صحبت میکردم که کلافه بود از فکر کردن به اینکه روزی مادر و پدرش از دنیا برن و دچار اضطراب در 30 سالگی، 35 سالگی. خب اینجا روان درمانی البته که کمک میکنه. یا فرض کن کسی که با ناتوانی خود میخواد کنار بیاد، یه ضعفی داره، نقصی داره جسمانی، دیسابیلیتی به اصطلاح داره، اونم رنج میده. باز من داشتم بارها در میان درمانجویان خود کسانی که با ضعف و در واقع نقص عضوشون نمیتونن کنار بیان، که کاملا قابل فهمه. اینجا هم میتونه روان درمانی کمک بکنه، اگر اونها از بین نمیرن، چون پاره از این رنج ها از بین رفتنی نیستن، اما میشه اون رو از عمقش یا شدتش و بسامدش کمک بکنن که کاسته بشه. عشق هم که گفتید، حالا من از جنس محبت و از خود به در آمدن، حالا بیشتر البته که عشق ورزی، حالا در حق دیگران خصوصا، یا آلترویزم یا کمک کردن به دیگران، اینا معنا بخش به زندگی هست، میتونه پاری از رنجهای آدم رو هم ازش بکاهه. این درسته، از طریق معنایی که به زندگی میده، رنجهای امهان‌ناپذیر. ببینید یک بار یکی از افرادی که خب در میان درمانجویان من بود و این حادثه هواپیمای اوکراینی، فاجعه‌ای که رخ داد به تعبیر بهتر و همه ما رو منقلب کرد و زیر و زبر کرد، خب یکی از این مادرانی که تک فرزند خود رو از دست داده بود در این هواپیما، چند سباهی با من کار میکرد. خب بی امان اون رنج، یعنی این سوگواری که یه شر انسانی عظیمه، کاری که کرد و من هم تشویق کردم او رو و ظاهراً تا حدودی هم مؤثر بوده، اینکه یه خیریه‌ای در تهران باز کرده، ببخشید در شهرهای هم در سیستان کار خیریه، یعنی بیس اون تهرانه، اما خب به جای مختلف سرویس اون عرض میشه کار خیریه است. از طریق معنا بخشیدن به زندگی، از طریق حالا عشق ورزیدن به دیگران، ببخشید این گونه بگم، از طریق عشق ورزیدن به دیگران به زندگی خود معنا میده و از اون حجم رنج بی امان میکاهه. میشه. ولی یه کسایی هم هستن که در همون حصار خود میمونن، سعی میکنن اون رنج رو باهاش خوب بکنن. اونا خب گاردشون بسته است. حالا چه در باب فرض کنید مسئله مثل هواپیمای فاجعه، هواپیمای اوکراینی، یا مقولات دیگری از این دست در سوگواری ها، و از اون به در نمیاد فرد. بله درسته، یعنی میتونه کمک کنه، کمک شایانی هم میتونه بکنه، چه در باب نحوه مواجهه با رنج های امها ناپذیر که از جنس اوله، یعنی مواجهه با حقیقت، و دومی که مواجهه با شرور و قصور در این عالم، در حد خودش که حد کمی هم نیست انصافا، میتونه مؤثر باشه. اما به هر حال رنج‌های امهان‌ناپذیر، چنان که از اسمش برمیاد، از میان رخ بر نمیبندن به طور کامل، اما میشه کمشون کرد. بله
اینجاست که روان درمانی به قدر وسع و به قدر سهم خودش البته که میتونه مؤثر باشه. بله. اون عشق و دوستی به شکلی که آوردن میشه مد نظر قرار داده اون رو پیگیره. بله خیلی ممنونم. من همواره فکر میکنم که تکنیک هایی در علم روان درمانگری وجود داره که چه بسا کسانی که رنج میبرن، حالا از شما مثال زدید دیسابیلیتی که فرد داره و اون رنجی رو که خودش میبره ممکن هست رنج آفرین هم بشود برای دیگران و همچنین بحث‌های دیگری اون رنج ها خودشون رنج آفرینی هم بکنند. ولی فکر میکنم وقتی که با روان درمانگری کنترل شود آن رنج، اون وقت لااقل رنج آفرینی شاید نخواهن کرد. در صورت ممنون از پاسخ شما. اگر دوستان دیگر نکته ای هست یا سوالی هست، خانم جزمین شما رو استیج هستید، اگر نکته ای هستش رو بشنویم، در غیر این صورت بتونیم، فکر میکنم زمان جلسه هم به پایان خودش نزدیک شده. من یه چند ثانیه منتظر میمونم اگر بفهمی. سلام مجدد. من یک ملاحظه‌ای که داشتم حالا توی خانش چند تا از کتب داستایوفسکی، میتونم بگم تقریبا توی همه کتاب‌هاش به رنج‌هایی که انسان میبره خیلی اشاره میکنه، حالا انواع مختلف رنجی که میبره، اما در کنارش این رو خیلی میبینم که داستایوفسکی خیلی به مطالعه و روی آوردن به ادبیات هم اشاره میکنه و در اکثر آثارش به خصوص خیلی به حالا ادیبان قبل از خودش مثل پوشکین و گوگل و اینا هم اشاره میکنه. سوالم اینه که آیا روی آوردن به ادبیات و کلن مطالعه، یا بهتر بگم کسب آگاهی از طریق مطالعه، میتونه به کم شدن این رنج ها کمک بکنه یا نه؟ بله، ممنونم از نکته خوبی که خانم جاسمین عزیز طرح کردید. پاسخ مثبت، بله درست میگید. به پوشکین، گوگول، دیگرانی بارها اشاره کرده داستایوفسکی. من میخوام این رو ذیل این مفهوم روانشناختی توضیح بدم. به میزانی که فرد بتونه به قول چیکسنمیهای غرقگی رو تو این دنیا تجربه کنه، فلو، و حالا از تعابیر روانشناس دیگری استفاده کنم، مارتین سلیگمن، که در باب خرسندی یا هپینس به انگیجمنت یا دل مشغولی اشاره میکنه، یعنی اموری که فرد گذر زمان رو در اونها تشخیص نده و در نیابه چگونه زمان بر اون میگذره. خب در غرقگی هم چالش هست، هم دانش هست، هم مهارت. در قصه انگیجمنت و دلمشغولی هم همینطور. حالا لزوماً چالش نیست، اما علاقه داره فرد. فرض کنید کسی به باغبونی علاقه داره، به کتابخونی علاقه داره، اینطور که میگید. و میخوام میگم فقط کتاب نیست، آگاهی هم انواع داره. بله میشه، یعنی اگر دلمشغولی چنان که گفتم به روایت انگیجمنت، به روایت سلیگمن، یا غرقگی به روایت چیکسنمیهای رو که میشه در مطالعهمون رو دید، البته در کتاب خوندن و بر اون مطلع شدن، آگاهی کسب کردن، میشه اون رو دید، میشه اون رو رصد کرد. بله اینا در کاستن از حجم درد و رنج مؤثرن، یعنی حالا درد همون رنج، و به هر حال خصوصا اون رنجهای نوع نخست، رنجهای امهاناپذیر ناشی از مواجهه با حقیقت. بله یعنی یه جور کمک میکنه آدم وارهه، به تعبیر مولوی، از این رنج هستی، میدونید، از این سبکی تحمل ناپذیر بار هستی. بله پرداختن به این امور و درگیر اینها شدن
هم حالا کار خلاقانه، هم کاری که از جنس چنان که آوردم اشتغال به امری است که گذر زمان رو بر من و شما سهل کنه و در نیابیم، اینا همه اون بار رو ازش میکاهه و سبب کاستن از میزان رنج امهاناپذیر میشه. توجه میکنید؟ به نظرم با غرقگی و دلمشغولین رو بهتر میشه توضیح داد و پیش چشم قرار داد، چون فقط در کتاب خوندن نیست، کسی با فیلم دیدن هم میتونه تجربه کنه، با موسیقی شنیدن هم تجربه کنه، یا با کارهای دیگری. ملاحظه میکنید دلمشغولی و غرقگی که به هر حال احوال رو برخی من دیدم با هایکینگ، راه رفتن جدی، یعنی راهپیمایی به تعبیر بهتر، راهپیمایی جدی در جنگل و طبیعت این رو تجربه میکنن. در این کانادایی که ما زندگی میکنیم دیدم بارها افرادی که غیر ایرانی ها خصوصا که خیلی با علاقه راجع به هایکینگشون صحبت میکنن و معلومه که درگیر میشه با اون، دل مشغول اونه، یه لذتی به امیده، علاوه بر این که خب به لحاظ جسمانی البته که راهپیمایی کار نیکویه، افزون بر اون میخوام میگم در جای خودش میتونه بله از اون حجم رنج امهاناپذیر بکاهه. توجه میفرمایید؟ در کنار امور دیگری، حالا از جمله کتاب خواندنی که اشاره کردید. امیدوارم عرضم روشن بوده باشه پاسخم ناظر به آنچه که گفتید. بله خیلی ممنونم ازتون. سلامت باشید. خب من فکر کنم دیگه وقتم گذشته بابک جانو و نکات خوبی هم طرح شد و خوش وقتم که این جلسه هم به پایان رسید و بحث ما از داستایفسکی و مواجهه او با رنج هم به روایت بنده اینجا به انتها رسید و امیدوارم صورت منقح این درس گفتار، البته به همراه افزودنی هایی که باید اضافه شود در قالب جستاری چنان که وعده کردم در ابتدای این جلسه منتشر گردد. دوستان رو به خدا می سپارم تا هفته آتی که با درس گفتار مهرجویی خدمت عزیزان برسیم، بررسی آثار سینمایی مهرجویی از منظر اگزیستنشیل، روانشناختی و فلسفی. شب و روزتون بخیر. من خداحافظی میکنم.